سلام به موبکس دوست داشتنی، من مهدی شجری ام و امروز میخوام در مورد باتری گوشی صحبت کنم. اینکه چه کارهایی باعث میشه که باتری گوشی آسیب ببینه، گوشی رو چجوری شارژ کنیم براش بهتره، شارژرهای متفرقه به گوشی آسیب میزنه یا نه، استفاده از پاور بانک، فندکی ماشین آیا میتونه به باتری گوشی آسیب بزنه. خب بریم در موردش صحبت بکنیم. اولین نکته ای که خیلی مهمه و یه خرافاتیه که از بد و ورود موبایل ها تا همین الان وجود داره تو بازار اینه که وقتی گوشی رو می‌خری برو 8 ساعت بزن تو شارژ دستم بهش نزن. خب این یه چیز تقریبا میشه گفت چرندیه که اصلا دیگه تو گوشی‌های امروزی که قطعاً وجود نداره. هر موقعی که گوشی شارژش کم شد بزنید به شارژ، مشکلی هم براش پیش نمیاد، نیاز به 8 ساعت شارژ اولیه هم نیست. نکته دوم، آیا شب تا صبح گوشی رو زدن به شارژ ضرر میرسونه به باتری؟ جواب این سوال هم بلز هم خیر. چرا بله است؟ چون که توی بلند مدت آسیب میرسونه. یعنی اگر شما 3 ماه 4 ماه پیاپی هر شب این کارو بکنید باتری گوشیتون زودتر خراب میشه. اما خب مثلا یه شب حالا کارتون گیره بزنید به شارژ، اتفاقی براش نمیفته. این از این. استفاده از پاور بانک و فندکی های ماشین هم دقیقاً همینطوره. اگر از فندکی ماشین برای شارژتون استفاده کنید، همیشه استفاده کنید و این طولانی مدت باشه، میتونه عمر مفید باتری گوشی شما رو کمتر بکنه و پاور بانک ها هم همینطور. استفاده از شارژرها و آداپتورهای متفرقه هم میتونه با توجه به اون اتصال هایی که وجود داره که اتصال های ضعیفی هستن، اگر فیک باشن میتونه به گوشیتون آسیب برسونه. اینم از این. یه نکته دیگه ای که وجود داره اینه که میگن بهترین تایم برای بهترین درصد برای شارژ گوشی بین 20 تا 80. من در مورد این خیلی تحقیق کردم، سرچ زیاد کردم توی اینترنت. یه سری ها میگفتن که آره، یه سری ها میگفتن نه، ولی اونایی که میگفتن آره دلیلشون محکمتر بود. من حالا به کاری به دلیلش ندارم، ولی به نظر من هم بهترین موقع واسه شارژ گوشی بین 20 تا 80 درصده. از 80 درصد به بعد فشاری که باعث میشه به باتری وارد بشه یه ذره زیاده و نباید خیلی از 80 به بعد رو اصرار بکنیم که گوشی شارژ بشه. دلیل اینم که از 80 به بعد یه ذره دیرتر شارژ میشه همینه. از 20 به پایین هم دلیلش رو نمیدونم، ولی خب 20 تا 80 رو میتونیم بگیریم که بهترین موقع واسه شارژ گوشیه. حالا یه سری ها میگن 15 تا 85 احتمالا واسه علاقه شون به عدد 85 یا 10 تا 90. مهم اینه که طبق تحقیقات من، چیزایی که نوشته شده بود این که نذارید گوشی انقدر شارژش بیاد پایین که خاموش بشه بعد شارژ بزنید به شارژ. شاید مثلا ماهی یک بار این اتفاق بیفته اوکی باشه، ولی هر دفعه نذارید که گوشیتون خاموش بشه بعد بزنیدش به شارژ. اون چیزی که در مورد فندکی و پاور بانک گفتم هم دقیقاً همون در مورد اون چیزی که در مورد آداپتورهای فیک گفتم هم صدق میکنه. یعنی اگر پاور بانک به درد نخوره فیک بگیرین قطعاً به باتری آسیب میرسونه، و از اون طرف فندکی فیک هم بگیرید میتونه خیلی زودتر به باتری آسیب برسونه. یه نکته دیگه هم که یادم رفت بگم اینه، باتری گوشی یه چیز مصرفیه، یعنی عمر مفید داره. عمر مفید بین مثلا 2 تا 4 سال میتونه عمر مفید یه باتری باشه. اینجوری نیستش که باتری های گوشی ها تا ابد و دهر برای ما کار کنن. پس اگر خراب میشن تعمیر کردنشون چیزیه که خیلی چیز معموله و خیلی فاجعه نیست. پس بهتره که مراقبش باشید، یه سری کارا رو نکنید برای اینکه عمرش بیشتر بشه، اما در مجموع بدونید که باتری ها عمر مفید دارن و بعد از یه مدت باید عوض بشن. اینم از این دیگه، واقعا نکته ای نیست. دمتون گرم که تا این آخر با من اومدین. مرسی از همراهیتون.